در جستجوی منشأ ویروس کرونا. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سرانجام وارد ووهان شدند. 13 ماه بعد از ثبت اولین موارد ابتلا به کووید 19 در چین. سفری که بارها عقب افتاد و هر بار با مانعی جدید روبرو شد. در آنچه تلاش چین برای کنترل و محدود کردن تحقیقات این کارشناسان ارزیابی شده. ورودشان به ووهان اما قدمی مهم برای پاسخ به سوالات بسیار درباره چگونگی پیدایش و شیوع ویروس. سوالهایی که یافتن پاسخشان آسان نخواهد بود. اول باید 2 هفته در هتلی در ووهان قرنطینه بشیم، اما فوراً کارمون رو از راه دور شروع میکنیم. بعد از 2 هفته میتونیم با همکاران چینیمون ملاقات داشته باشیم و از محلهایی که قبلاً مشخص کردیم بازدید کنیم. ممکنه خیلی طول بکشه تا دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی افتاده. فکر نمی‌کنم با یه سفر بتونیم به جواب‌های واضحی برسیم، اما وارد این مسیر شده‌ایم و امیدواریم که در ماه‌های آینده تحقیقاتمون با سفرهای بیشتر و مطالعات کامل بشه. همزمان ثبت اولین مرگ در اثر کرونا در چین بعد از 8 ماه. جزئیات بیشتری داده نشده جز اینکه جانباخته در استان هوبی بوده، جایی که چند شهر قرنطینه شدند. در بیروت هجوم به سوپرمارکت‌ها قبل از آغاز قرنطینه 11 روزه. با افزایش شدید شمار مبتلایان، دولت ناچار به بستن کسب و کارها و مدارس. بیمارستان‌ها ناتوان از پذیرش بیماران جدید. بخشای مراقبت‌های ویژه تخت خالی ندارند و اولویت به بیمارانی داده می‌شود که حالشان وخیم است. مقررات جدید شامل کاهش رفت و آمد مسافران در فرودگاه رفیق حریری به 20% ظرفیت، محدودیت رفت و آمد برای مسافرانی که از راه دریا و زمین وارد می شوند، ممنوعیت خارج شدن از خانه به مدت 11 روز. کمیان طرفدار در ترکیه آغاز واکسیناسیون سراسری با واکسن سینوواک ساخت چین. اولین نفر وزیر بهداشت: به هر کسی ده میخوام تاکید کنم که همه باید واکسینه بشن. این تنها راه برای محافظت از خودمون در مقابل این ویروسه. لطفاً واکسن بزنید تا بتونیم به زندگی عادی برگردیم. با این حال بعضی کارشناسان نگران از میزان تاثیرگذاری واکسن چینیان. ترکیه میگوید تحقیقاتش این واکسن را بیش از 91% مؤثر نشان داده. اما آزمایش گسترده تر همین واکسن در برزیل اندکی بیش از 50% تاثیرگذاری را ثبت کرده. در هند، کشوری با بیشترین شمار مبتلایان کرونا بعد از آمریکا، حضور 100 نفر در مراسم کوملا، شستشو در رود گنگ، به باور هندوها برای زدودن گناهان و گرفتن جرعه جاودانگی، یا شاید برای بعضی نقطه آغاز ابتلا به بیماری و حتی پایان زندگی. خود شهر کربلا کروناش 0 شد. 14 میلیون زمین. یا حسن. واقعا عجیب و غریب. رو موبایل من تصویر اطلاعیه وزارت بهداشت هست. یه مقدار مختصری کرونا در عراق هست. مال مناطق کردنشین آمارشو دقیق بنده دارم. مال موسل، مال کرکوک، مال کجا. شهرهای شیعه نشین تقریبا کرونا درش ضعف شد. این جمعیت از این بدون رعایت هیچ چیزی. در کربلا 1 نفر پشته داد؟ ابدا. واقعا هیچ. اطلاع دقیق داره. با این عمامه به این بزرگی مگه میشه اطلاع دقیق نداشته باشه؟ اطلاعات غیر دقیق رو این عمامه که قبول نمی کنه. لابلای این عمومی چیزایی هست که اطلاعات دقیق رو فقط چک میکنن. کربلا اطلاعات بسیار دقیق، از جمله اینکه 16 میلیون که خود شهر کربلا حدود 700,000 تاست، استان کربلا کمتر از 2 میلیون. حالا این ویروس مگه این ایرانی ها شیعه مرتضی علی نیستن؟ آمار ایشون البته دقیق تر از وزارت بهداشت حالا اشاره کردن، یا مسئولان عراقی که در کربلا هم کشته‌هایی دادن، اونا برای خونسا کردن حرفای ایشون بوده و بقیه که همچین آماری دادن. ولی من با همه اینها حرف ایشون رو باور میکنم. این ویروس کرونا که میاد نگاه میکنه به شیعه است، برگردیم.
قطعا حرف ایشون هم شیعه 12 امامی است. اطلاعات دقیق دارن ایشون، رو هوا که صحبت نمی کنن.